مطالعه‌ای در سال 2017 انجام شد که روی نحوه راه رفتن همیشگی و شخصیت درونی شرکت کننده ها زوم داشت. این کلیپ بر اساس نتایج این تحقیقات ساخته شده. اگه خانم همیشه خیلی سریع راه میره و قدم‌های بلند و موزون برمی‌داره، یعنی فاصله قدم‌هاش یه اندازه است، احتمالاً روحیه مدیریت داره. مخصوصاً اگه با اعتماد به نفس قدم برداره، سر بالا حرکت کنه و در اندیشه‌هاش قوته‌ور باشه. موقع حرکت کردن به اطراف توجه چندانی نداره و حتی ممکنه به بقیه آدما برخورد کنه. این خانم‌ها مهارت حل مسئله بالایی دارن، یعنی در زندگی برای همه مشکلات راه حل دارن. از دور ممکنه غیر دوستانه و جدی به نظر برسن. چنین خانمای احتمال اینکه یه پسر بی پول رو بگیرن و یه شوهر پولدار تحویل جامعه بدن زیاده. خانمایی که قدمای کوچیک و با احتیاط برمی‌دارن، سرشون پایینه و به زمین یا پاهاشون نگاه میکنن و موقع راه رفتن قوز میکنن، این تفکر رو دارن که تولد و زندگیشون یه اشتباه بزرگ بوده. با اطرافیان تماس چشمی ندارن. ساکت، درونگرا و خجالتی هستن. ازدواج چنین خانمایی با مرد خیلی برونگرا و اهل مهمونی و رفیق باز دردسرساز خواهد شد. خانمایی که سرشون بالاست با شادابی قدم برمی‌دارن، قفسه سینه به سمت جلو و شونه‌هاشون عقبه، سیاست بازهای قهاری هستن. بسیار از مورد تایید دیگران قرار گرفتن خوششون میاد. از چالش‌ها و تجربیات جدید استقبال می‌کنن، اما طاقتشون کمه و خیلی زود دلزده و خسته میشن. خیلی رک حرف میزنن و از ارتباط با بقیه لذت میبرن. در زندگی با چنین خانمایی باید حسابی صبور باشین و از یک نواخ شدن زندگی جلوگیری کنین تا همچنان در کنارتون بمونه. خانمایی که خیلی آهسته و با احتیاط راه میرن، با اینکه قدمهاشون کوچیکه اما پاهاشون رو روی زمین میکشن، معمولا چشمشون به زمینه و مشوش و بیقرار هستن، اینا آدمای همیشه نگران هستن، درونگرا و خیالاتی هستن و به حوادث ناگوار زیاد فکر میکنن و به همین علت ترسو و زودرنج به نظر میان. مردی که خودش قوی و شجاع و صد البته اهل دلداری و ناز کشیدن باشه، میتونه محبوب دل چنین خانمایی باشه. خانمایی که خیلی ریلکس و راحت با سرعت متوسط قدم برمی‌دارن، کم تحرک هستن و گاهی اوقات با خودشون حرف می‌زنن، به جای اینکه به وظایف خودشون در دنیا بپردازن، تمرکزشون روی رفتار، کارها و وظایف دیگرانه. خیلی خونسرد و احساساتی هستن، اما از وظایف خودشون شونه خالی می‌کنن و تحت تأثیر حرف دیگران هستن. ترکیبی از خاله زنک و دهنبین. اگه با چنین خانمایی ازدواج می‌کنید، دنبال یه رستوران باشین که غذای خونگی درب منزل تحویل میده، چون از نهار شام خبری نیست. شوهر باید صبر ایوب و ثروت قارون داشته باشه و یه گوشش در و گوش دیگه دروازه باشه، چون خانم هر روز چیزی از یکی میشنوه و سعی داره همونو توی زندگیش پیاده کنه. اگه خانم خیلی با اعتماد به نفس و به قصد انجام کاری خاص راه میره، بازوهاش ثابت نیست و موقع راه رفتن عقب جلو حرکت میکنه، باستنشو خیلی اغراق‌آمیز حرکت میده و دوست داره توجه همه اطرافیان رو جلب کنه، خودشیفته یا نمایشگره. اگه در جمعی قرار بگیره، سرشو بالا میگیره، شونه ها رو عقب و به خودش توجه بیشتری داره. چنین خانومی اغراق‌آمیز عاشق خودشه و غیر قابل اعتماده. اهل امر و نهی کردن دیگرانه و در نگاه اول کاریزماتیکه. به این معنی که گول خوردن مردا به آسونی توسط چنین خانمایی رقم میخوره و تور میشن. در صورت ازدواج با چنین خانمی، باید تا میتونین زنزلیل خوبی باشین و غیرت هم زیاد به خرج ندین که روزگارتون سیاه و کبوده. اگه خانم دستاشو روی قفسه سینش گره کرده باشه، مثل حالت تدافعی، به این معنیه که ترجیح میده تنها باشه. اگه خانم همیشه به این سبک راه میره، ممکنه تفکرات زنسالارانه و فمینیستی داشته باشه و مردا رو موجودات بی‌ارزشی بدونه. این حالت راه رفتن نشونه آسیب پذیری هم هست. متخصصین زبان بدن میگن راه رفتن با حالت تدافعی در شب خطرناکه و این سیگنال رو به مخاطب منتقل میکنه که من ضعیفم، بیاین منو خفت کنید. شبها سریع حرکت کردن، صاف و شق راه رفتن، سر بالا با اعتماد به نفس و دستا و بازوها آزاد، ایده بهتریه. اگه زنی موقع راه رفتن پاهاشو به زمین میکوبه، انگار که میخواد با پاهاش زمین رو بکنه، نشون دهنده عصبانیت، ناامیدی و محروم شدن از حق و پافشاری برای رسیدن به خواسته است. به این معنی که اگه خواسته چنین زنی رو اجابت نکنین، روزگارتون سیاه خواهد شد و یه روز خوش نخواهید دید تا زمانی که به خواستش برسه. یک دندگی خصوصیت بارز خانمایی که همیشه اینطوری راه میرن. خانمایی که همیشه موقع راه رفتن با تلفن حرف میزنن، یه نفر رو به آدرسی که میخواد راهنمایی میکنن، اگه پیاده رو شلوغ از کنار خیابون میرن تا سریعتر حرکت کنن، نشون میدن دوست دارن همه کارها رو در سریعترین زمان و با هم انجام بدن. شجاع هستن و قدرت حل مسئله دارن و مشتاق کمک به دیگرانن. توی هر خونه یه همچین خانمی نیازه، در کنار بقیه خانم‌ها.